درود بر شما عزیزای دلم، به کانال آوای روز خیلی خوش اومدین. درسته که اکثر مردا با جنبه های آلت تناسلی خودشون کاملا آشنا هستن و در مورد اون خیلی چیزا میدونن، اما بازم چیزایی وجود داره که ممکنه شماها ندونین. من در این مورد یه سری اطلاعاتی رو جمع آوری کردم که خیلی خاص هستن و به احتمال زیاد خیلی از آقایون هنوز نمیدونن. اگه دلتون میخواد بدونین چیه، اول ویدئوی منو لایک کنین، بعدم کانالم رو سابسکرایب کنین و تا آخر ویدئو همراه من باشین. دوستانم، یه سری حقایق جالبی در مورد آلت تناسلی آقایون وجود داره که خیلی ها هنوز ممکنه که ندونن. من توی این ویدیو 8 تا نکته جالب رو براتون جمع کردم و خیلی مختصر مفید براتون تعریف میکنم، پس تا پایان ویدیو همراه من باشین. اول اینکه طول آلت تناسلی 2 برابر اون چیزیه که به نظر میاد. جالب شد نه؟ زیاد هیجان زده نشید. منظور ما افزایش طولی که با نقوس همراه نیست. در واقع حدود نیمی از طول آلت تناسلی داخل بدنه. شاید آرزو داشته باشین که مقدار بیشتری از اون خارج بدنتون بود، اما این حالت احتمالاً بهتره، چون که به این ترتیب آلت تناسلی امن و دور از آسیب میمونه. نکته دوم، آلت تناسلی اکوسیستم خاص خودشو داره. این یعنی چی؟ هیچ میدونستید که آلت تناسلی شما محل زندگی یک جامعه بزرگ و متنوع از باکتری هاست؟ محققان توی یه مطالعه‌ای که انجام شده از آزمایش ژنتیک برای شناسایی باکتری‌های موجود توی آلت تناسلی مردا استفاده کردن. اونا کشف کردن که در مجموع 42 نوع مختلف باکتری روی پوست آلت تناسلی زندگی می‌کنه. این آزمایش همچنین نشون داده که تنوع و فراوانی باکتری‌ها بین آلت تناسلی ختنه شده و ختنه نشده مختلف. توی نمونه برداری از مردان قبل و بعد از ختنه، بیشتر باکتری‌هایی که از دست رفته بودن بی‌هوازی بودن، به این معنی که برای رشد به اکسیژن نیازی نداشت. نکته سوم و غم‌انگیز، آلت تناسلی میتونه کوچیک بشه. نترسید. درسته بعضی از عادت‌های ناسالم میتونه اندازه ی آلت تناسلی شما رو کاهش بده. مثلا سیگار کشیدن میتونه آلت تناسلی رو تا 1 سانتی‌متر کوتاه‌تر بکنه، چون که رگ‌های خونی میتونه عامل کاهش گردش خون توی این عضو از بدن شما بشه. افزایش سن و چاقی هم میتونه به کوچیک شدن آلت تناسلی منجر بشه. با افزایش سن و تجمع رسوبات چربی در شریان‌ها میتونه جریان خون به آلت تناسلی نرسه، که این امر خودش باعث میشه که سلول‌های عضلانی داخل لوله‌های نقوز آلت ضعیف‌تر بشن و جریان خون کمتر، و همینم به معنای نقوز کمتر و نچندان سخته. نداشتن نقوز کافی هم میتونه که آلت تناسلی رو کوچیک کنه، چون که باعث کاهش کششمون میشه. نکته چهارم، آلت تناسلی ممکنه که بشکنه. وقتی که استخون نداره چطوری ممکنه؟ ولی بله، درسته، آلت تناسلی شکننده است و وقتی که در نظر بگیرید آلت تناسلی انسان هیچ استخونی نداره، که برای پستانداران یه چیز غیر عادیه، این موضوع تعجب آورتر هم میشه. شکستگی آلت تناسلی در واقع به پارگی پوشش فیبری اجسام قاری گفته میشه، بافتی که با افزایش جریان خون سفت میشه یا به اصطلاح باعث نقوز میشه. شکستگی معمولا در طول رابطه جنسی شدید رخ میده. درسته که مواردی هم وجود داشته که مردا با نقوز از رخت خواب خارج میشن و آلت تناسلی خودشون رو شکستن. فکرش رو بکنید. نکته 6، سیگنال انزال از ستون فقرات میاد. یه واقعیت جالب دیگه در مورد آلت تناسلی مردا که احتمالاً نمیدونستین اینه که سیگنال انزال از ستون فقرات میاد، نه از مغز. اگرچه میتونید تا حدودی انزال رو با فکر کردن به یه چیز دیگه به تعویق بندازید، اما نخاع مسئول هماهنگی کل این فراینده.
و عملکردهای لازم رو انجام میده. در طول رابطه جنسی مولد انزال نخاعی، سیستم عصبی سمپاتیک، پاراسمپاتیک و جسمی رو به منظور تحریک و وقوع انزال هماهنگ میکنه. خیلی پزشکی توضیح دادم ولی درستش همین بود. نکته هفتم، آلت تناسلی شما نشانگر سلامت قلبتونه. از اونجایی که قلب مسئول پمپاژ خون به همه جای بدنه و آلت تناسلی شما برای نقوز به خون نیاز داره، تعجبی نداره که سلامت این دوتا به هم مرتبطه. اگر از اختلال نقوز رنج میبرید، ممکنه که نشونه ای از بیماری قلبی داشته باشید و به همین ترتیب اگر بیماری قلبی دارید، دریافت درمان مناسب میتونه به کاهش علائم اختلال نقوز کمک کنه. اعتقاد بر اینه که اختلال نقوز که معمولا قبل از مشکلات قلبی ایجاد میشه، به دلیل اختلال عملکرد پوشش داخلی رگهای خونی و عضلات صاف هستش. اختلال توی این عملکرد این دستگاه منجر به عدم دریافت خون کافی قلب و همچنین اختلال در خون رسانی به آلت تناسلی میشه. تغییرات سبک زندگی مثل حفظ وزن سالم، مثل ترک سیگار، مثل افزایش فعالیت بدنی، مثل کاهش مصرف الکل میتونه به بهبود سلامت قلب و در نتیجه سلامت آلت تناسلی کمک بکنه. این نظریه اندازه کفش صرفاً یه افسانه است. شاید شما هم تئوری اندازه کفش شنیده باشین، اینکه اندازه کفش شما با طول آلت تناسلیتون مرتبطه. حالا ندوین ببینین دو تا رو با هم اندازه بگیرین. با این حال یه مطالعه منتشر شده توی سال 2002 نشون داده که این نظریه کاملا نادرسته. مطالعه بعدی که توی سال 2006 منتشر شده هم نشون داده که سن، قد و طول انگشت ممکنه که در طول آلت تناسلی نقش داشته باشه، اما اندازه پا تأثیری نداره. و اما نکته هشتم، نقوز منظم آلت تناسلی شما رو سالم نگه می‌داره. این مورد یک واقعیت در مورد سلامت جنسی شماست که بعیده بدونید. به گفته دکتر توبیاس هوکلر، استادیار اورولوژی توی دانشگاه پزشکی دانشگاه ایلینویز جنوبی، برای اینکه آلت تناسلی شما عضلانی و سالم باشه، باید به طور مرتب اونو ورزش بدیم. با نقوز منظم آلت تناسلی با هجوم خون که عامل سفت شدن اون میشه پر از اکسیژن میشه. با این حال اگه تجربه های شهوانی منظم برای ایجاد نقوز نداشته باشید، بدن یک عملکرد خودکار به خاطر نگهداری آلت تناسلی را میندازه. تکونه های مغزی باعث نقوز در مرحله خواب میشن. دکتر هوکلر میگه که برای مردان مبتلا به اختلال نقوس، پمپ خلع میتونه به رفع مشکل و بهبود کمک بکنه. دوستانم، من این مطالب رو صرفاً از طریق مطالعه و تحقیق به زبان اصلی جمع‌آوری کردم و اونو برای شما ترجمه کردم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا آخر ویدئومو نگاه کرده باشین و از ویدئوی من خوشتون اومده باشه. در این صورت لطفاً ویدئوی منو لایک کنین و کانال منو سابسکرایب کنین.